این روزا رسانه های حکومتی که اساسا با هر اسم و رسمی که دارن کارشون پیش بردن خط نهادهای اطلاعاتی و امنیتیه جنگ و دعوای اطلاف بچه شا و اپوزیسیون مجازی و دستساز رو با آب و تاب تو بوخ کردن که بله اپوزیسیون هم فرو پاشیده و ما دیگه اپوزیسیونی نداریم بی خود دنبال براندازی نباشید اما واقعا هدف رژیم از این همه تبلیغات هدفمند چیه؟ همراه هستیم با مسعود امیر پناهی تا این موضوع رو با ایشون در میون بذاریم با سلام به شما آقای امیرپناهی ممنون از حضورتون در این برنامه من سلام سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی درود بر شما به عنوان اولین سوال هدف از تبلیغات رژیم علیه اعتلافها و اپوزیسیونهای های کذایی چیه؟ بله اگه همه حرفمو در این رابطه که گفتین در یک جمله بخوام خلاصه کنم میگم هدف در واقع دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی امنیتی رژیم فیل هوا کردنه برای اینکه توجه مردم روی فیلی به نام اپوزیسیون جلب کنه تا در واقع واقعیت زیر سایه این فیل کذایی در واقع پنهان بشه به. حالا این واقعیت چیه؟ این واقعیت دو وجه داره اول اینکه این فیلی که هوا کرده اصلا دنبال سرنگونی و نمیدونم براندازی و یا تغییر نظام نیست خود, این خود رژیم اینو در واقع ساخته خودش با تبلیغات و در هماهنگی با رسانه های استعماری بزرگش کردن حالا هم که متلاشی شده و رفته پی کارش میخوان سودشو ببرن شما یه نگاهی به این ترکیب بکنید ترکیبی که اینو درست کرده بودن لابی شناخته شده رژیم تو آمریکا با, با معمورای با مأمورای اطلاعاتی اعزامی از ایران تو آمریکا علم وکالات به بچه شاهو بلند کردن بعدم یه سفر در واقع یک کارناوال و یک سفر دوره‌ای با جار و جنجال زیاد راه انداختن تا اینطوری بانمود کنن که آلترناتیو اینه حالا زرنگی آخوندی, و آخوندی ها رو ببینید آخونده رو در واقع ببینید خودش ساخته بعدش هم که متلاشی میشه میاد روی این سوار میشه و میخواد نونشو بخوره یعنی میخواد اینجوری القا کنه که دیدین که آلترناتیو ندارم پس به فکر براندازی نباشین و از این حرفا اما وجه دوم این داستان چیه ببینید زیر سایه این فیلی کذایی چه واقعیت رو میخوان پنهان کنن مقاومت قهرامیز انقلابی تو سه هفته گذشته فقط همین سه هفته خود که گذشته الان آخر هفته اول هفته آخر هستیم 18 تا آخوند و عوامل کشتار مردم تو شرای مختلف به دست همین مردم به دست جوون ها در واقع هلاک شدن کانون های شورشی هم که تینور های در واقع نیروهای سازمان یافته مقاومتا روزانه روی مراکز سپاه که در واقع سپاه تروریست که مرکز سرکوب مردمه عمل میکنن بله. حالا نتیجه بگیرم خامنه ای که در واقع با قیام مواجه شده بود اول همون ابتدای کار در واقع همون روش قبلی مثل قیام های قبلی که سرکوب میکرد میخواست با سرکوب قیام رو در واقع چیکار کنه خاموش کنه در هفته اول و دوم قیام اگه یادتون باشه دیویست و بیست و سه نفر رو شهید کردن بله یعنی به گلول جنگی که فقط صد و تاش مربوط به گذاران در واقع زاهدان بود که تو هشتم مهر 401 این کارو کردن بعدم که قیام اوج گرفت به خصوص تو آبان و آذر اون سه روز آبان و سه روز آذر خامنه ای دوزاری افتاد که نمیتونه مثل سابق در واقع با سرکوب قیام متوقف کنه سرکوب میتونه مثل در واقع بنزین روی آتیش عمل بکنه این چیزی بود که خود کارشناسی هم بهش یادآوری میکردن کما اینکه در آبان و آذر و همین زاهدان همون طور شد بنابراین چند کار رو همزمان در واقع انجام دادن یعنی یک اسمش هم هست مهندسی سرکو اول شلیک جنگی رو متوقف کردن از یک تاریخی به طور مشخص دیگه شلیک جنگی رو ممنوع کردن که کمیسیون شورای ملی مقاومت امنیت افشا کرد اسناد داخلی شد و بعدم دیدیم که فروکش کرد دومین کاری که کردن اقدام به دستگیری های گستره فله اصلا مهم نبود کیو میگیرن تو خیابون هر کی رو می دیدن جوون فلان دستگیر میکردن بیش از سی هزار نفر رو دستگیر کردن که بعدا خودشون هم چیکار کردن اومدن آماره, آماره بیشتر از این سی هزار تا دادن بله که بعد چیکار گفتن 100 هزار هم گفتن بله حالا آمارایی که خداشون اصلا میگن صد هزار حالا ما دیگه نمیدونیم دیگه چی کار میکنه یعنی چیزی که به طور گسترده هر کی تو جوون بود دستگیر کردن بعدش هم اینها رو این کار چ... برای چی کار کردن برای چی این کارو کردن برای این کارو کردن که بعدن سودشو ببرن که تو میدم سوم بین که اومدن عوامل اطلاعاتی مثل احسان کرمی و حمید فرخ و علی کریمی رو اینها رو, رو روانه خارج کردن همین سه تا در هماهنگی با همین نایاک لابی رژیم تو آمریکا پروژه وکالد و کلید زد بعدم اون نشست کذایی چهار روم بعد از 22 بهمن برای اولین بار نمایش اف رو انداختن و کسایی که مفتی همونایی که دستگیر کردونن علکی تو خیابون اه. اونها رو تو ماهای آذر و دی در واقع اینا رو دستگیر کردونن تو به بعد از 22 بهمن اینا رو همه رو آزاد کردن اسم که مثلا بگن آره ما داریم رفرم میکنیم حالا هم که قیام فروکش کرده با تصور اینکه در تضاد انداختن تو درون جبهه مخالف شروع کردن به طور بی سابقه اعدام میکنن بله. که این فضا هم برای این کار میکنه بله. از اعدام عادی شروع کرده الان صحبت از اعدام همون تظاهرات هموطنان چی میگن جوان قیامیه بله که فضای رو با وحشت بیشتر کنه که همین نمونهش تو اصفهان دیدین که مردم ریختن جلوی زندان و دستگرد و جلوی اعدام رو بگیرن بله یعنی همونطور که گفتین با مهندسی کردن سرکوب اول شلیک رو قطع کرد بعد آلترناتیو مجازی درست کرد با این کار هم قیام فروش کش کرد و هم تضاد رو انداخت داخل اپوزیسیون خب نتیجه چی شد آیا این مهندسی سرکوب بالاخره بس موفق شد بله ببینید بدن قبل از اینکه این, این سوال مشخص من پاسخ بدم از بدین یک نکته مهم رو روش تاکید کنم ببینید یک تفاوتی بین اپوزیسیون و مقاومت وجود داره که نباید این دو رو با هم قاطی کرد اپوزیسیون به نیروی گفته میشه که در چارچوب همین حاکمیت داره فعالیت میکنه ولی خب در قدرت نیست مثل کشورهای اروپایی مثلا در سایه است این میره اون میاد مثلا اصلاحاتیا خب اصلاحاتیا اینا در چارچوب همین ولایت فقیه قرار دارن به اینا میگن اپوزیسیون الان تو قدرت نیستن بعد اگه بیان رو قدرت میشه اون یکی میشه اپوزیسیون اما نیرویی که خواستار سرنگونی تمامیت این حکومت باشه یعنی در چارچوب این حاکمیت اصلا قرار نمیگیره به این میگن مقاومت بنابراین بله این جماعتی که از اون بهش اشاره کردم دقیقا اپوزیسیان چون خانه سرگونی نبودن هیچ وقت نبودن الان هم نیستن بله میخوان با همین سپاه و انتظامی همینایی که مردم رو تو خیابون میکشن میخوان با اینا اول اینا رو جذب کنن و با اینا مثلا به قدرت برسن به قول یکی از همین به قول معروف کسایی که مدتی با همین لابی های رژیم بوده و اینها میگه که این بچه اصلا, اصلا اصلاحاتی بوده یعنی تو کادر همین رژیمه مقاومت هم در مقابل در نقطه مقابل کاملا مسیرش از مسیرشو در واقع از این بازیای مسخره که رو انداختن جداست کارشو داره میکنه تو داخل داره کارشو میکنه بنابراین خواستم این رو روش تاکید بکنم تا امر مشتبه یعنی چی میگن این قاطی نشه مقاومت با اپوزیسیون فرق میکنه این جنگ و جدال داخل خودشونه اما در مورد سوالتون که گفتین نتیجه چی شد ببینید به طور تاکتیکی قیام فروکش کرد مسئولیت این خیانت هم به عهده کسایی که دانسته یا ندانسته در جبال این دستگاه اطلاعاتی رژیم کار کردند و باید پاسخ بدن اینطوری که نمیشه اما رژیم استراتژیک باخت چرا چون کارت آخرش رو بازی کرد الان دستش خالیه آخرین کارتش کی بود همین بچه شاه بود که بازی کرد و خودش به دست خودش سوزوند اینم البته بگم به این دلیل بود که اگه نمی کرد اگه این بازی رو نمی داخت، رژیم به جاهای باریک می شید وضعیت رژیم یعنی مقاومت قهرامیز کشیده میشد شد این داستان قیام چند ماه به هر حال با این کار به تاخیر انداخته ببینید حرف اصلی بچه شاه تو این داستان وکالت و بعدش چیه چی بوده الان چی میگه رسما با صدای خودش اومد مصاحبه کرد به مردم گفت دنیا صدای شما رو شنید و حالا چیه خیابون ول کنید و برید تو خونه هاتون که کشته نشید و شعار مسخره خوشونت پرزی داد انگار که این مردم من خوشونت میکنن اصلا به روی خودش هم نمیاره که تو همین قیام 750 نفر کی شهید کرده کی کشته جز این سپاه انتظامی خب معلومه که این نباید اصلا در این حرفا بزنه چون خودش گفته میخواد اینا رو جذب کنه و با اینا به حکومت برسه و بعدم امنیت کشور رو نمیدونم چیکار کنیم یادمون نرفته که همین حرف رو دقیقا همین حرف رو اصلاحاتی ها میزدن همین محمد خاتمی میزدن الان هم داره میزنه همین روحانی میزنه اون میزنه تمام این داستان های چی میگن باندهی درونی رژیم منطقه الان چون اینا سوختن و کارهایشون از دست دادن حالا بچه شاه حرف این حرف های اونها رو میزنه به همین دلیل میگم کارت آخر بازی کرد هر جفت اینا کارکردشون برای خامنه ای حفظ همین نظامه. بنابراین آخرین کارت خامنه ای سوخت و الان رژیم به شدت در بوم این هم حرف ما نیست خود این علم الهدا همین دو هفته پیش تو یکی از این جلسات مثل اینکه قرآن چی بود اینا اومد گفت رژیم در بنبست بدی قرار گرفته هر بنبستی رو که رد میکنیم یه بنبست بزرگتر جلومون میاد اما همینطور که گفتم تو همین سه هفته میشه دید که وقتی این برگه این ترفند میسوزه ترفند خامنه ای میسوزه و از بین میره و میره کنار بله. شاهد هستیم 18 تا از عوامل سرکوب به دست جوانای انقلابی به هلاکت رسید بله درسته بسیار متشکرم از شما که محبت کردین و در این برنامه با ما همراه بودین منم هم تشکر می کنم از اینکه منو دعوت کردین و این فرصت رو خیلی ممنون درود بر شما و خدا نگهدار